قرض کرده بود، چند بارم بالا آورد، قد گریه میکرد، اصلا نمیدونستیم چی کار کنیم. حاتم نغمه چی شد؟ اسمشو نیار بالا سر بچم. داداش چی شده؟ خواب بودم با صدای گریه بچه بیدار شدم، برده بودش حموم، رفتم در رو وا کردم، دیدم داره بچه رو خفه میکنه. طفل معصوم کبود شده بود، حاطف دیر رسیده بودم بچه. من میدونستم نغمه بالاخره یه کاری میکنه، گفت یا حامله میشم که همه بفهمم منم میتونم بچه سالم به دنیا بیارم، یا بالاخره یه کاری میکنم که از کنایه های مردم خلاص شم. آره من همیشه نگران بودم یه بلای سر خودش بیاره. کاش آورده بود. نغمه الان کجاست؟ یه بر نمیگرده، نیست، فکر کنی مرده. این تو حرف راحت، بچه بیدارش مادرشو میخواد، ما چجوری تر خوشش کنیم؟ سلام، خوش اومدی. از قبل رزرو کرده بودین؟ نه، من اومدم آقای مدبر رو ببینم، یه پکت برشون دارم. جناب مدبر میهمان دارن، منتظر میمونین یا من خودم پکت خدمتشون برسونم؟ فقط بگم از طرفه؟ من باید خودم پکت رو بهشون بدم اگه لطف کنید. بسیار خوب، تو چند لحظه اینجا تشریف داشته باشین. چندو نمیشم
اصلا اعتقاد به رژیم ندارم. آقا بخور و بمیر بهتر از حسرت بکشیم. چقدر این نخوریم گشنگی بکشیم بدبختی میکشیم. آقا این باید بخوری که جون داشته باشیم. نمیشه که جون بیای نمونه بارز نخوردم موشنگ رنگ چیزی واسه من آوردی؟ چی آوردی واسه من؟ ما چه نوایی داری؟ مشکل چه نوایی داری؟ کری؟ نگرانی نداره که اون که یه جا بند نمیشه میشناسیش که پسرم از 3 ماه اینجا کار میکنه یه شب نیامده بیش من بخواب آخه این چه کاری خدا پیش نیاره اگه یه ماه سر بچم کم بشه یه پیش آمده براش بشه ها اون محل کار و شهر به سر صاحب کار خراب بکنه گمونم ولی جشنمون دوتا بشه یه سفره عقد واسه من یکم برای یونس به خدا راست میگم مامان دوار خودش گفت گفتش که یکی زیر سر داره خیلی ازش خوشش میاد یه چند وقتی دارن با هم دیگه میرن و میان تا ما پا پیش بذاریم دخترم از این است که همه کس کارش اون طرفه حالا خوشگله حالا هفته دیگه که اومد میگم عکسشو بیاره یونس قراره بیاد بله بچه قراره بیاد ته نگو بچه اگه آدم 50 تا بچه هم داشته باشه به خدا بینش فرق نمیذاره ای هر دیگه اینجور که تو میگه بچه آدم ناراحت میشه بچه هم عدیسه بی خودی حرف نزن راستی قضیه طوری که فهمید چی گفت؟ هیچ این خودت گفت مبارکه حالا باید یه قولی به هم بدی چه قولی؟ فردایی که منو یونس رو فرستادی خونه بخت بعد بریم سر خاک بابا میخوام ازش اجازه بگیرم مادر جان از اولی که ما بزرگ بودیم کوچیک بودیم دیدیم قبل از عقد میرن از پدر و مادر اجازه میگیرن نه اینکه بذاری بعد عروسی برای خودم نمیخوام که برای من میخوام برای شما میخوام برای من میخوام بله دیگه برای شما میخوام دیگه بعد من و یونس نوبت شما سر و سامون بگیرید تو این مسیری که میرم ماما یه پیرمرده هست خیلی خوشتیپه اصلا مرد زندگیه تو از کجا میشناسی؟ خب میبینمش تو مسیر دیگه حالا کدام نره مرده سرش به دیوار خورده فکر من افتاده سرش دلش بخواد خیلی دلش بخواد الان هم حوله میام قلق قلق بینم Thank you.
سلام همشهری، برای یه شب مهمون نمیخوای؟ من با آقام سر جنگ داشتم، تو چه مرگت بودی و ول کردی مالی تهران؟ خب منم جنگ داشتم که اومدم. با کی؟ اینجا تنهایی هره؟ معلوم نیست. خب موقعیش وقت تنها نبودی تو دانشگاه، همیشه یه گنگ از این رفیقای پروفسور دور برت بودن، یادته؟ گفتم شاید الان اینجا. نه اونا الان با شاه هم فالوده نمیخورن، هر کدومشون یه گوشه دنیا دفتر دستک رو انداخت. تو الان با کی فالوده میخوری؟ الان با تو. دنبال اینم یه پارتی جور کنم، بورسیه بگیرم برم. پول داره به پارتی نیاز ندارن که. من خیلی وقت پول دار نیستم. من جای تو بودم برمیگشتم زیر بلیط بابا. دیگه؟ من هم اومدم پی یکی بودم، خونش این حوالیه. گفتم دیر وقته، بیام یه سرم تو رو ببینم. فردا صبح میرم. میرم سراغش. خودت چی؟ شام خوردی؟ گفتی آدرس منو کی بهت داده؟ شب خوش گذشت. بیدارتون کردم. نه، همش دلم پیش شما بود. تو دل دیگه با این خونه نیست. من میتونم یه شب این خونه رو بفروشم بریم تهران یه خونه دیگه بگیریم. به این دوستت مریم رو بگیم بیاد اینجا یه خونه این بغل براش بگیره، همشه کنارت بشه. خوبه؟ ببخشید دیگه بی خبر جایی نمیرم. ای بی وفا، تو که وقتی هستی دارالشفایی و وقتی نیستی امور امراض. ببخشید گوشم رسیده تازگی ها مثل هوای پاییز دمدمی شدی، یه نفس بلبل یه نفس بوتیمار. من این مدت بی خودی تو هول و ولا بودم، هی نگران این که فردا چی میخواد بشه. الان ولی دیگه نگران نیستم، دیگه منتظر فردا نیستم. پا اومده رو زمین، حالم خواد امروز رو تا آخرش زندگی کنم. الان فقط دلم میخواد یه کاری کنم که شما خوشحال شید. یه چیزی ازم بخواین، یه آرزو بکنین. مول چراغ جادو شدی؟ بگین یه چیزی ازم بخواین.
شلوار برای جک 30 تا، سیم بوکسل یه دونه، فیلتر هوا سایز 32 38، تسمه 4 تا، پیچ یدکی 600، بول بریم برای جفای با غلام 8 تا. چیز دیگه هست بنویسم؟ پنیرم بنویس. پنیر چرا آقا؟ برای کلاغایی که اخبار معدن اومدن بازرسا رو میبرن این بر اون بر. سلام آقا. سلام. سلام. آقا عبدالله اومد ایشه؟ نه نه. شایی ببین از کارگرها کیا باید صمیمی هم بگو بیان بالا. بچه ها رو برای چی میگه؟ چی کار کنم؟ آتفا خونه بند نمیشن که. یونس باشه، یونس اصله پره، میدونم منم بلد نیستم باش کار کنم، پس حرف بزن دستم اشتباه نره روماش. حرف بزن. چی میخوای بشنوی؟ چیزی که مجابم کنه همینجا نکشمت. ماجرای این اصله چیه؟ بر چی اومده اینجا؟ حرف بزن. نپرس عاطف، نمیخوام تو هچل بندازمت. هچل چرا؟ چه غلطی کردی تو؟ حرف بزن بگم چه غلطی کردی تو؟ کاریو کردم که باید میکردم، فقط حسرت کشتنش به دلم موند، ولی مطمئنم بقیه بچه همون کارشو تموم میکنن. حالا فهمیدی چی کار کردم؟ روزاده رفتی با آدم با کچی، بعد با همین اسلحه بلند شدی اومدی اینجا پیش من؟ چون نمیتونستم برگردم تشکیلات، فکر کردم یه چند روز میام پیش تو بهتره. غلط کردی فکر کردی اومدی گوه بزنی به زندگی من. اگه تغییرت کرده باشن چی؟ اگه همین الان بریزن اینجا بعد تو اینجا پیش من ببینن چی؟ اون تشکیلات لامصبتون فکر اینو نکرده وقتی یه غلطی میکنی برش تو رو یه جایی گم و گور کنن؟ برنامه رفتنمو چیدن، فقط بعد منتظرم رابطم بیاد بهم بگه چیکار کنم. کجا بیاد؟ اینجا. من کسی دیگه میدونه تو اینجایی؟ فقط رابطم. تو که گفتی کسی نمیدونه؟ به از اون کسی نمیدونه. بازم داری دروغ میگی. دروغ نمیگم آتف، دروغ نمیگم. گم شو برو بهش زنگ بزن، زنگ بزن میگو نیاد اینجا. بلند شو دیگه. من ازش تلفن ندارم، آقا یه آدرس دارم. خواهی لعنت بید، لعنت بید. قراره بیاد؟ نمیدونم، شاید یکم که آب از آسیا بیفته. یعنی کی؟ نمیدونم. کم شو برو بیرون، برو بیرون، منتظر رابطت بمون. عاطف من نمیخوام تو درد سر بیفتی. ببین تا همین الانش من اندازه کافی منو تو درد سر انداختی. نمیخوام بیشتر از این شه. من الان نمیدونم اون بیرون دنبال من اومدن یا نه. به درک فکری بر من مهمه چه بلایی سرت میارن؟ میدونم مهم نیست، ولی به صلاح جفتمون نیست من پا این در بذارم بیرون، میفهمی؟ از من چه غلطی بکن؟ من چه غلطی بکن؟ عاطف آروم باش، من میدونم خیالت راحت. چاره‌ای نیست، من خودم میرم برنامه رفتنت از رابطت میگیرم. تو بری؟ مجبورم، چون نمیخوام اینجا باشی، نمیخوام به خاطر تو زندگیم نابود شه.
نمیخوام دیگه تو زندگیم باخت بده. نمیترسی؟ من الان فقط از تو میترسم. آدرسش کجاست؟ انه بیا بیا دیرتر میامد واسه صبحونه. اصولاً عادت داشت ناشتا سیگار بکشه. من داشتم از سلف میرفتم بیرون اومد تو. خیلی خسته و کوفته بود. شبش نخوابیده بود. نفسش بالا نمیومد. قلبش درد میکرد. تو معدنم برای چهار تا تیشی که میزد کم میآورد میشست. بهش گفتم آقا عبدالله برو چند روز مرخصی بگی بشین خونه استراحت کن. گفت رفتم. ندادم. خانومش میگه که ناراحت بود قلبش دیگه مریض بود. شاید یه طرفی افتاده حالش بد شده. خب عدمی سکته چیزی کرده یه دور از جون بگو حداقل حقیقت دیگه تیکی و پوکی صمد رو یادتون نیست؟ خدا بیامرزتش یه روستا یه ماه تمام دنبالش بودن آخرش فهمیدن سکته کرده افتاده تای چای خونش آقا ول کن این عبدالله بدبختم یه دمل از فشار کار بریده یه گوشه کناری چپ کرده سو نمیخواد گواهی فوت صادر کنه من خودم حواسم به همه چی از فوت کنه ساکشی ساکش کجاست؟ قربون دهنت آقا وقتی ساکشتی سینی با پای خودش رفته تو رخیان ساکشو برداشته لباسش عوض کرده رفته دیگه این اما اگرا چیه؟ شما آخر کار تو رخیان ندیدینش؟ من آخرین بار قبل نهار تو محوطه دیدمش برای نهارم نیومد تو صرف نه اومده بود من فکر کنم دیدمش اگه میومد نهارشو میداد من گرم کنم راست میگه من براش هر روز غذا میذاشتم خانم ول کن نهارو یه کلمه حاتم خان پرسید عبدالله رو دیدین یا نه دیگه این نهار نداره که سلام آدم سلام سلام مهندس همون یه لحظه بیرون وای میسیم یه امراد میندازم ببخشید راجب عبدالله هست عبدالله چی هستن؟ ساکش دست من اینه هاش یا خدا ساک عبدالله هست ساک عبدالله دست رو چیکار میکنه هستن؟ قلف کمودش خراب شده بود منم میرفتم مرخصی کلید کمود بهش دادم تا وقتی برگردم ساک رو بذارت کمود من امروز که برگشتم رفتم سر کمود بیم ساک عبدالله تو کمود منه نرسیده نهارش هم بخوره حاتم خان کجا مونده این من؟ شایی جانم خوشی بیاد تسوسی و دارم اینم جاندار بری سه چهار ساعت اینجا رو تعطیل میکنی کارگرها رو میفرستی بجبه اینجا رو بگرد آقا عبدالله چند رو مرخصی میخواست؟ سه روز شیش روز از حقوقت کم میکنی به حقوق عبدالله اضافه میکنی
کاملا حس میکنی نوشته رو. نگاش بکن خیلی. جانم سلام. دلو میزن من چاپ اول فصل گستاخی رو میخواستم. فصل گستاخی؟ فصل گستاخی سایدی رو خوندی؟ نه خیلی حیف شد، کاملا از دستش دادی، قسمتی ناقا بود. الان میارم براتون. بفرد. ببخشید. آقا بفهم. ممنون. بخش مهم کتاب صفحه 133. سلام خانم، خوش آمدید. در ضمن آخرین نسخه‌مون بود، خیلی مراقبش باشید. چشم. اگه کتاب شایگان پسندت نشد، کتاب دیگه بهت معرفی کنم. نگفت اینا منتظرم. والا هرچی فکر میکنم میبینم هیچ آرزویی ندارم جز این که تو رو بزنم توی دبه ترشی و تا آخر اون با خودم نگهت دارم. ولی من دلم میخواد اگه یه روزی هم من نبودم شما حواستون به خودتون باشه. بازو ببینی روز مبادا کی میرسه کسی جرأت داره بیاد در این خونه رو بزنه. من که هرچی چشم چرخوندم هیچ تخم خلافی که خون و خمیرش یه دست باشه و قد و قیمت تو رو بدونه رو پیدا نکردم. از منم که دیگه گذشت، ولی نمیذارم تو ببازی. همیشه میگفت این آدم هر چقدر ببازه همونقدر برای بچه هاش برد میخواد. قبلا فهمیده بودم که عاشق مامان نبودی، ولی من هیچ وقت نتونستم بپرسم چرا. میگن زمان همه چی رو درست میکنه. دروغه. تو میتونی 50 سال زیر یک صفایی که زندگی بکنی ولی حواست به یکی دیگه باشه. اون یکی دیگه که میگی اون چرا رفت؟ اینم قاعده بازیه دیگه. ماهی تا موقعی دهنشو باز نکنه صید نمیشه. اولین کسی که بابده اون بازنده است. هیچ وقت داری تو باز نکن، هیچ وقت. کسایی که چوب دلشونو خوردن خیلی بیشتر از کسایی که نون دلشونو خوردن. آقا جون. جونه گجه. خیلی دوستتون دارم، خیلی. رئیس سراغتو میگرفت کجا بودی؟ چی بهش گفتی؟ گفتم رفته سلمونی. اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتم تو اتاق بمون؟ گیر کردی به جرانت شده هم گرفتیش. برو بالا برات میارمش. برو بالا برات میارمش دیگه.
کی باید بری؟ چند ساعت دیگه. کجا باید قرار گذاشتم؟ برای چی میخوای بدونی؟ هیچی همگیری گفتم. شاید خطرناک باشه. فکر منی یا خودت؟ اگه بگیرن چه بلایی سرت میارن؟ حالا بهش فکر نکردم. نمیترسی؟ بالاخره هر مبارزه‌ای یه هزینه‌ای داره. چرا تو باید هزینه اونا رو بدی؟ هر کسی یه جوری زندگی میکنه. آدم ها حق انتخاب داره. من، تو، آدم های تو این باشگاه، آدم های تو خیابون، خودتو انتخاب کردی اینجوری زندگی کنی، مگه نه؟ از کجا کش رفتی؟ بگم میگی بهش؟ نمیگم، بگو. با کت سیگار هاتف خان. میگم بهش. میدونستم. بلد یه جوری دودو بدی بیرون که فقط از یه طرف دماغت بیا؟ از یه طرف؟ نمیشه. از دو طرف من. خود بلدی؟ آها اینجوری. بهتری؟ خیلی. نمیخوای بگی دیشب چی شده؟ میذاری همینجوری خوب بمونم؟ اگه بگی منم یه چیزی از خودم بهت میگم. نه نمیتونم بگم. راست میگی، یه سری حرفا گفتنی نیست. چرا؟ همیشه خوشت میامد ازش. خب از خودت چی؟ نه من دیگه نمیخوامش. عقبه؟ ساعت لندن تنظیمه. جا الان صبح. اونجا چرا؟ دانیالی خونه هم اونجا داره. آها، پس عادت نصف شب غذا خوردن تا به خاطر اونه. خیلی چیزام به خاطر اون بود. منم یکی از این قلدک ها دارم، یادگار بابامه. میگفت هر وقت پرش کنی واسه خواستگار میاد. تو روح بابا تو دیدی؟ نه. یعنی اونایی که میمیرن روحشون برمیگرده خونه شون که خونواده شو ببینه. اگه روح بابامم اومده من ندیدمش. میدونی فکر و خیال مثل خوره هست. اصلا نباشه. مارا میتونی اینا رو یه جا قایم کنی که فقط خودم و خودت جاشو بدونی؟ چرا؟ خانه اگه یه وقت رو هم برگشت اینجا بتونی راحت پیداشون کنی. خب؟ اصلا من ندار. مارا که هیچ وقت روز سیاه درست نکن. بفرمو جمع نشید. برو یه آبی در صورتت بزن. برمو با کسی خورده حساب چیزی نداشت؟ نه اینجا کسی با کسی خورده حساب داشته باشه میاد سراغ من. انقدر بیازار بود اصلا موچه رو زمین میدید پاشو میذاش یه بره دیگه. چه خورده حسابی؟ سلام علیکم. طب خانم من چند تا کارگر داری؟ 43 4 تا.
و نگهبانی آموزت. من هم اینجا معقول خریدم با اجازت. اسم چیه؟ بهرام. البته ایشون که دخلی به اینجا نداره، کارگر آتم خانه. برو بالا الان میام. کارگرتون جمع کنیم، میخوام باشون حرف بزنم. با چی جمعشون کنم سرکار؟ میدونم، یه جوری جمعشون کنم دیگه. مادر بچه ها رو یه جوری جمع کن. حاتم خان، من چه گلی به سرم بریزم؟ آمار گرفتم چند توشون مرخصی هم. نه حرف شما که درسته. نمیدونم هر جوری بالا پایی میکنم این داستان یه بویی میده. چه بویی؟ اون دوتا بازرسه بودن اون روز اومده بودن برای پلوم مدن. خب از همون روز هم عبدالله به بیزدیه. میگم نکنه مثلا یه وقتی داستانی چیزی واسه همون چیده باشن. آه عبدالله غیبش زده؟ تو کارو چی بود؟ من؟ چرا براتون؟ مال شیخ نشین های کافه خودمونه، یه لبی تر کنی. کار دینه؟ نه، راجع به کافه هم میخواستم با تون صحبت کنم. خیلی خوب، کافه چی؟ کافه دیگه آقا. برو بیرون شایین. باش، باش. بذاری من در میبندم. چیه؟ چه مرگته؟ وحشت گرفته؟ بفهم اگه لبی تر کنی یه ذره آروم شی. آقا بابت اون مرحمتی که به من کردین این چراغ کافر رو سپردین به من که من روشن نگرش دارم. اصلا چراغ زندگیم روشن شده، یعنی خدا سایه شما نایب خان همه رو سر من حفظ کن. نه بابت این ریزه خاری که از کافه میکنم که از سرم هم زیاده واقعا. کلن میگم یعنی اسمم کنار شما و نایب سرخی ها و اینا که من بشین حرفت بزن. میگم همین که اسمم کنار شما میاد من کلامو باید بندازم آسمون هفتم. واقعا بهرام گرفتارم، میبینی که حرفت بزن. آقا من اومدم اینجا که اصلا نوکریمو ثابت کنم بهتون. من به جان خودم، به مرگ خودم، به همه داشته هام و نداشته هام، من اصلا کاری از دستم بر نمی اومد. من از دیشب نتونستم یه پلک رو هم بذارم واقعیت. خب میگم آقا میگم. شما میدونید ما دیشب تهران بودیم دیگه با همین افسانه. خب افسانه چی؟ افسانه خانوم. دیشب که ما من افسانه رو به تو سپرده بودم. آقا من نمیتونستم به زور بیارمش. منش آدم خان، آدم خان، آدم خان، بابا آدم خان. آقا غلط کردم. برم شما را گمشم.
زود نیست؟ دیشب نخوابیدی نه؟ به خاطر من بود. من خیلی وقت شب درست نمیتونم بخوابم. من چقدر تو خواب حرف میزدی؟ چی میگفتم؟ چه یکی رو صدا میزدی؟ خدا رحمت کنه مادرتو. یه روز خوب یاد میگیرم میام با هم بازی میکنیم، میبرمت سر هرچی تو گفتی. این مارال کیه؟ همون که تو خواب باش حرف میزدم. مارال خواهرمه، رفیقمه، همه زندگیمه. حتی خواهرت میدونه اسلحه دست گرفتی افتاده تو اون گروه؟ نه اون میدونه نه مادرم، از هیچی خبر ندارم. فقط منتظرن که برگردم. عاطف یه کاری بخوام میکنی؟ چی؟ شاید تا هفته دیگه بر نگردم، یه پیغام خواهرم میرسونی. من نمیرم سیاروت. حالا اگه رفتی چی بگم؟ بهش بگو خودش میدونه. بگو من گفتم نترس، به دلت گوش کن، دلت اشتباه نمی کنه، همه آدم ها درست و غلط رو میدونن، ولی برنده اونیه که حرف دل خودش رو گوش بده. این همینو بگو. این چیزا اعتقاد ندارم، ولی باش پیغام منه، یادت نره. به درد سر انداختم این رفاقت تو جبران میکنم، قول میدم.
5 دقیقه دیر اومدی. اس بقیهشون؟ همین دوتا بودن. خودت بگو بقیهتون کجان؟ حرف نزن. خیالت راحت. هیچ کاری نمیتونه بکنه. هنوزم چشمای تو هنوزم چشمای تو مثل